خب الان میخوایم در مورد اینکه چجوری رنگ پنجم توی کار چاپیتون ایجاد کنید صحبت بکنیم ببینید در حالت عادی که ما یک پوستر رو به فرض میخوایم در واقع چاپ کنیم البته باید سندش آماده بشه حالا در مورد سند و بستن سند توی بحث دیگه در موردش صحبت میکنیم، اما شما فرض کنید که این یک پوستره وقتی من این رو مثلا خروجی میخوام بگیرم و میگم که این خروجی به شکل مثلا یک کار تکرنگ بیرون بیاد اگه پرینترم هم سیاسفید باشه که اینجا در واقع سیاسفید نشون میده و اگه پرینترم رنگی باشه این یک سفر رو که اینجا میبینید رنگی نشون میده اما من بر میگردم و اینجا به جای این میزنم پرین سپریشن و ببینید چه اتفاق میفته اینجا رنگ سایان رنگ مجنتا یلو و بلک رو اینجا برای ما در واقع خروجی های مختلف میگیره با جزئیات خودش که توی در واقع لیتوگرافی هم این اتفاق میفته و شما چهار تا پلیت خواهید داشت با سایان مجنتا یلو و بلک که میتونید کار چهار رنگ رو چاپ کنید خب من اینو میبندم و الان اون بخشی رو که میخوام در واقع رنگ پنجم رو داشته باشم تو چاپ و با یه رنگ به خصوص دیگه ای چاپ کنم رو انتخاب میکنم و از این قسمت این منو میتونم بیام و اینجا پالت رنگیم رو اثبات بگیرم و میتونم پنتون بگیرم و میتونم در واقع پنتون رو دوباره انتخاب کنم و مثلا سالید کوتت رو انتخاب کنم ببینید فقط مسئله اینه که این چیزی رو که شما انتخاب کردید به شکل جداگانه پلیتش تهیه بشه اینکه چه رنگی رو اینجا از این منو انتخاب میکنید اهمیتی نداره اهمیتش فقط در شکل, شکل ظاهری که شما اینجا میتونید مشاهده کنید و ببینید که اگر دوست داشتید مثلا این رنگ رو توی چاپ هم داشته باشید من الان این رو انتخاب میکنم به عنوان یک رنگ پنجم که میبینید در این قسمت هم نوشت 100 درصد پنتون رفلکس بلو خب من اگه اینو الان یه خروجی ازش بگیرم و رنگ رو همون در موقع پرینت کامپوزیت رو بگیرم و پرینت پریویو رو بدم ببینید باز این تک رنگ همون شکل قبلی میاد که میتونه با پرینتر سیاسفید پرینت بگیرید یا رنگی رنگ انتخاب بشه با پرینتر رنگی اما اگر من این پرینت سپریشن رو بزنم و پریویو بدم ببینید سایان مجنتا یلو بلک و رنگ پنجم من اینجا جدا شد و این معنیش اینه که پلیتش جداگانه میاد بیرون و شما میتونید این پلیت جداگانه رو با هر رنگی که مایل باشید چاپ کنید یه نکته ای رو در نظر داشته باشید که این رنگ اثبات یا رنگ پنجم مفهومش با تومپلات متفاوته تومپلات به معنی اینه که شما یک جایی رو صد درصد رنگ در واقع رنگ صد درصد بدید برای مثال من اینجا وقتی این رو میام از همین رنگ پنتونی که اینجا انتخاب کردم رو همین رنگ میگیرم ولی تیکه پایینش رو میام از این رنگ پنتون میام در واقع یه درصد کمتری مثلا 50 درصد رو انتخاب میکنم ببینید اینجا کم رنگ دیده میشه و معنیش چیه الان ببینید توی این کار هم این نوشته هفتم نمایشگاه و هم این و هم این اینها همه توی رنگ پنجم نشون داده میشه ببینید توی رنگ پنجم هستن اما تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه که این و این صد درصد هستن از اون رنگ پنجم یا رنگ اثبات یا رنگ پنتونی که انتخاب کردیم ولی این پنجا درصده یعنی در واقع وقتی که کار چاپ بشه این رو شما به شکل ترام خواهید دید اگر با لوب یا میکروسکوپ یا زربین چاپ نگاه کنینه به شکل 50 درصد میبینید خب این در واقع خروجی ماست که میتونه به شکل پنج رنگ تهیه بشه اما یه نکته در نظر بگیرید که شما اگر بخواید رنگ پنجم رو در واقع توی چاپ داشته باشید به دو شکل میتونید عمل کنید یا اینکه رنگ رو به شکل آماده از بازار تهیه کنید بر اساس کدی که داره و یا اینکه بدید توی چاپخونه چاپچی برای شما اون رنگ رو بسازه تفاوت قضیه اینه که طبیعتا وقتی یک رنگی میخواد ساخته بشه از رنگ دیگه انتظار اینکه خیلی دقیق همون رنگی که میخواید باشه رو نباید داشته باشید اما بعضی ها میپرسن که رنگ پنجم رو با چه ماشینی چاپ کنیم خب ببینید رنگ پنجم یک رنگ جداگان از شما باید با یه ماشین تک رنگ اونو چاپ کنید میتونید با یک ماشین تک رنگ چاپ کنید یا اگر که یک کار چهار رنگ داشتید و رنگ پنجم هم توش بود یعنی در واقع پنج رنگ و ماشین پنج رنگی هم موجود بود میتونید تو ماشین پنج رنگ اونو چاپ کنید فقط تفاوت قضیه اینه که اگر که این رنگی رو که در واقع اینجا شما انتخاب میکنید در واقع بیایم ما چیز داشته باشیم این رنگ طلایی یا نقرایی یا پیگمنت فلزی در واقع باشه شما باید این رنگ رو این پیگمنت فلزی رو اگر که قرار بعدا رنگ های دیگه روی اون قرار بگیره حتما به شکل جداگانه و در ابتدای قضیه چاپ کنید مثلا فرض کنید یک همچین وضعیتی رو دارید که البته این روی قضیه است و شما این زیر یک نقره ای دارید که حالا مهم نیست اینجا ما چه رنگی میگیریم شما هر رنگی رو میتونید اینجا مثلا در نظر بگیرید به عنوان نقره ای و اگر که این هم اوورپینت گرفته نشه این نقره ای در واقع زیر چاپ میشه و رنگ هایی که اینجا میخواد روی این بخوره ای باید در واقع اول رنگ نقره ای چاپ بشه و خشک بشه و بعد چهار رنگ دیگه روی اون چاپ بشه خیلی ممنون تا بعد